اخیرا اخبار و تحولات سیاسی در بدنه قدرت رژیم جمهوری اسلامی بسیار سریع پیش می رود. اخباری که هر کدام می تواند جنجال های بسیاری در ماه های پیش رو ایجاد کند. خبر اول اینکه که روز گذشته برخی خبرگزاری ها که آدرس آنها را در قسمت توضیحات همین برنامه می توانید مشاهده کنید حکایتی از توافق های پشت پرده محمود احمدی نژاد و مجتبا خامنه ای کردند که می تواند با توجه به جزئیات آن برای آینده سیاسی کشورمان و به خصوص اپوزیسیون خبر مهمی باشد. خبر دومی که این روزها در محافل خبری بسیار به آن پرداخته می شود آن است که برخی از اطرافیان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند که در صورتی که محمد باقر قالیباف برای نامزدی ریاست جمهوری کاندیدا شود محسن رضایی نیز در انتخابات میان دوره مجلس از تهران شرکت و در صورت پیروزی قالیباف در ریاست جمهوری قرار است که او ریاست مجلس شورای به اصطلاح اسلامی یا همان مجلس شورای سپاهیان را بر عهده بگیرد تغییر آرایش نیروهای رسانه دبیرخانه مجمع تشخیص مسلحت نظام هم در همین راستا ارزیابی شده است اما آنچه که گفته شد گوشه ای از تحولات اخیر در سطح کلان سیاست رژیم جمهوری اسلامی است گویا که رژیم از ترس فروپاشی دست به یک سری اصلاحات گسترده در جهت چینش نیروهایش برای سرکوب بیشتر کرده است که در ادامه این برنامه به جزئیات آن بیشتر میپردازیم به نوشته محمد ارسلانی از آگاهان رسانه ای که هموار اخبار دست اولی را از بیت علی خامنه ای منتشر کرده است مشتبه خامنه ای که از وی به عنوان مرد در سایه حاکمیت نام برده می شود و حداقل 16 سال است که در پشت پرده همه زمام کشور را در دست گرفته است و جنایات بسیاری را در این مسیر مرتکب شده است در حیاهوی انتخابات مهندسی شده ی سال 88 و زمانی که سعید مرتزوی با چراغ سبز او دست به جنایات بسیاری زد در یک جمع خصوصی که حد اکثر ده نفر در آن حضور داشتند دلیل خود در حمایت از احمدی نژاد و مهندسی کردن انتخابات را خطاب سعید مرتزوی می گوید. او در این جمع گفته که ما به احمدی نژاد نیاز داریم تا راه را برای ما باز کند و ما سهم خود را از صفحه انقلاب برداریم و آینده خود را تأمین کنیم. وی به سعید مرتزوی دستور میدهد که هر کسی در این راه خیانت کند و با ما همراهی نکند باید حذف شود و هیچ رحمی در کار نخواهد بود گفتن است که 16 سال است که مشتبا خامنه ای چنان به سفره به اصطلاح انقلابشان شبی خون زده که دیگر چیزی در سفره باقی نمانده است و انقلابشان هم نفسهای آخر خود را می کشد. حال پس از مدتی که گویا احمدی نژاد از مجتبا خامنه ای اندکی فاصله گرفته بود به گوش می رسد که توافقاتی پشت پرده مجددا میان او و مجتبا خامنه ای فرزند دوم علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفته است. بر اساس همین خبر نیز توییت های این روزهای عبدالرضا داوری نیز در حمایت از رهبری مجتبا خامنه ای خود سرانه نبوده بلکه کاملا در هماهنگی با محمود احمدی نژاد نوشته شده است عبدالرضا داوری زاده 31 فروردین 52 مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد و از طرفداران و مدافعان نزدیک او است او در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد قائم مقام خبرگزاری ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران بود و همچنین مدتی مدیر مسئولی روزنامه شهروند را بر عهده داشت. منافع مشترکی چون دشمنی با خاندان لاریجانی ها که یکی از دلایل آن رقابت احمدی نژاد با علی لاریجانی بر سر ریاست جمهوری و رقابت مجتبی خامنه با صادق لاریجانی بر سر رهبری است از جمله دلایل این توافق به نظر می رسد در خبرهایی که ذکر شد گفته شده است که مجتبی خامنه ای به احمدی نژاد قول داده که در ازای حمایت تیم او از رهبریش به ابراهیم رئیسی دستور دهد که تعقیب قضایی احمدی نژاد که پس از دستگیری یارانش مانند بقایی و مشایی توسط صادق لاریجانی پیگیری شده بود که ان لم شود و مشتبه خامنه ای هم پس از رهبری ریاست جمهوری را در اختیار احمدی نژاد خواهد گذاشت آن هم نه به صورت موقت که به صورت همیشگی و به همراه یک رفراندوم سوری هر هشت سال یک بار با اخبار اینچنینی به نظر می رسد که سران رژیم جمهوری اسلامی گویا فراموش کردند که شاید اگر بیماری همه گیر اخیر نبود تا همین اکنون نیز رژیم دوام نیاورده بود و حال نشستهاند و برای خودشان رهبر و رئیس جمهور تعیین می کند. در همین راستا شنیده ها حکایت از آن دارد که علت تعویق سفر محمد باقر قالیباف به روسیه نیز که قرار بود در این روزها باشد عدم تنظیم وقت ملاقات با پوتین توسط دفتر ریاست جمهوری روسیه بوده است. که به گفته یه منابع نزدیک به قالیباف موجب ناراحتی بسیار وی شده است. مطابق شنیده ها مشاوران ولادیمیر پوتین بعد از بررسی شرایط جمهوری اسلامی به او گفتند که قالیباف در معرض کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری رژیم است و به صلاح نیست که با او جلسه ای تنظیم کنید. پوتین نیز طی پیامی به سفیر ایران در مسکو میگوید که دیدار وی با رئیس مجلس لغو شده است. گفتنی است که در پی این اتفاق با اصرار محمد باقر قالیباف به دفتر خامنه ای قرار می شود که نامه سری علی خامنه خطاب پوتین توسط قالیباف به روسیه برده شود که رئیس جمهور روسیه به این دلیل در عمل انجام شده قرار گرفته و با رئیس مجلس جمهوری اسلامی دیدار کند به این ترتیب احتمالا طی روزهای آتی محمد باقر قالیباف به روسیه سفر خواهد کرد و با پوتین دیدار می کند و نامه سری علی خامنه ای را در مورد مسائل ایران و منطقه به وی تسلیم می کند. شنیده ها نشان می دهد که قسمتی از متن نامه خامنه ای در مورد رأی آوردن بایدن در آمریکا و مواضع جدید جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا و روسیه خواهد بود و مشورت در این مورد با ولادیمیر پوتین مواردی که گفته شد در حالی است که آنقدر درگیری های میان جناهی در سطح رژیم جمهوری اسلامی زیاد شده است که چندی پیش فرزند یکی از محافظان علی خامنهای گفته بود که بدنه رژیم تبدیل شده است به گروهی از جاسوسان از کشورهای مختلف که هر کدام به دنبال منافع خود هستند در همین راستا اکبر گنجی نیز چندی پیش نوشت که مجلس یازدهم که محصول حذف مخالفان و منتقدان و رقبا توسط شورای نگهبان است قرار بود که مجلسی ولایی به ریاست پاسدار محمد باقر قالیباف باشد و بیش از همه پیرو علی خامنهای باشد اما آنان طرحی در نوبت گذاشتند که دولت جمهوری اسلامی را مکلف میسازد تا در طول 20 سال اسرائیل را نیست سازد گفته می شود که این طرح به صورت یک خودشیرینی از توی مجلس برای بیت خامنهای جلوه داده می شود اما اصل ماجرا این نیست این طرح فقط و فقط به گفته گنجی منافع اسرائیل و نتانیاهو و موساد را تأمین می کند و نتانیاهو باید میلیاردها دلار هزینه می کرد تا در این مقطع جهان را علیه رژیم جمهوری اسلامی بسیج کند اما با چنین طرحی به سادگی می تواند همه جهانیان را علیه رژیم جمهوری اسلامی بشوراند این نشان می دهد که مجلس شورای رژیم ظاهرا پارلمان موساد شده است و این چون این ترهایی دست پخت نفوزی های سازمان موساد اسرائیل در مجلس است. آنان در نفوز آنقدر قدرت یافتند که طرحی را با امضای ده ها نماینده به هیئت رئیسه شبیه به خودشان تقدیم می کنند. او می گوید که این مجلس شورای اسلامی نیست بلکه پارلمان موساد اسرائیل است. این شنیده ها در حالی است که برخی دیگر دولت را دست نشانده انگلیس سپاه را همکار مخفی ایالات متحده ای آمریکا و بیت خامنه ای را دست پرورده پوتین می دانند و به این ترتیب به نظر می رسد که رژیم جمهوری اسلامی به جای اداره کشور کشور را دو دستی به سرویس های اطلاعاتی قدرت های جهانی تقدیم کرده است. مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.